و خیر و موفق و معین ثم الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین من الان الی قیام یوم الدین سیما بقیت الله فی العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. آیه شریفه مضمون و معناش اینه که این قرآن کریم مردم رو هدایت بکنه به راهی که سرپاس ایستاست، راهی که پروردگار متعال در قرآن کریم مردم رو دعوت به اون راه میکنه اینه. من حرفایی زدم، باید گوش بدی به اون حرفا. اگرم بخوای گوش ندی، آیات عذاب جهنم فورا میاد جلوی ما، میگه من در دنیا آزاد گذاشتمت، اما حواست جمع باشه، گوش به حرف ندادی، دست به فساد زدی، بعد از مردن زندت میکنم، گرفتاری و مصیبتات این گونه است. این آیات جهنم تهدید میکنه آدمایی که آماده پا گذاشتن روی اطاعت فرمان خدا هستن، اونا رو تهدید میکنه، چون همه نفوس و انسان ها با تشویق پای کار نمیان. بعضیا خیلی نفس امارشون گردن کلفته، اونا خیلی فکرهای عجیب و غریب دارن، اونا رو خدا ترسونده. ادعای با تشویق و جایزه دادن تو راه میان، آیات بهش میاد جلو. به روز قیامت اگر زحمت کشیدی، گوش به حرف خدا دادی، تقوا رو مراعات کردی، من از تو در بهش این گونه پذیرایی میکنم. بنابراین تمام آیات قرآن به عنوان دعوت انسان به تقوا و اطاعت فرمان خدا نازل شده، هر کدوم با اسلوب خاصی. مثلا یکی از اسالیب اینه، پروردگار متعال تابلو کرده، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر کی بیشتر گوش به حرف خدا بده، پیش خدا معززتر و کرمتر و احترامش بیشتره. من بگم آقا من تقوا رو مراد نکردم، پولم زیاد بود، خدا میگه من قبول ندارم. من تقوا رو مراد نکردم، اختراع کردم، ابتکار داشتم، در این پیش رفتم، در صنعت پیش رفتم، میگه من اینی میخوام. اونا رو قلبی ها دارن، دنیا رو به فساد کشیده، اونا کافی نیست در اصلاح. تا نفس امار اصلاح نشه، صلاح در دنیا پیاده نمیشه. اینا هیچ کدوم با نفس امار کاری ندارن، بلکه شمشیر تند و تیزیست به دست نفس امار داده میشه. میگه خدا من اینی میخوام. هر کی بیشتر گوش به حرف بده، بیشتر پیش من جاه و منزلت داره. اینو تابلو کرده. آدم ها فکرش راحت باشه که خدا اینو میخواد. حلال مشکلات زندگی انسان اینه. اگر انسان بخواد بگه نه، اوضاع رو به هم ریخته. این یه آیه. خدا دیده انسان ها ابتدا مادی هست، بعد اگر تحت تربیت الهی قرار گرفتن، کم کم با معنویات هم آشنا میشن. اما اولش انسان مادی است، شکم داری، شهوت داری، سایر مسائل مالی. یکی از مسائل تلخ
و مصیبت باری که در جامعه انسانی اتفاق می افتاد و بازم می افته و بازم خواهد افتاد، مسئله قحطی، بارون نمیاد یه سال دو سال سه سال قحطی پیش میاد، آدم ها از گرسنگی می میرن. لذا انسان ها اون زمان که ارتباطی بین کشورها نبود، حمل و نقل وضعش جوری دیگه بود، می موندن از گرسنگی. خب حالا از جاه دور گندم میارن مثلا، اما قحطی مسئله ایست که هیچ کسی راضی نیست، خطرناکه، گرانی پیش میاد، مرگ و میر پیش میاد، بیماری پیش میاد. خدا از این استفاده کرده، آدم از قحطی میترسه، ناراحته. آیه نازل کرده که اگر گوش به حرف بدی من کاری میکنم بارون به وقت و به اندازه بیاد و قحطی پیش نیاد. اگر تقوا رو مراعات بکنی، گوش به حرف بدی، من خدا کاری میکنم بارون به اندازه بیاد، زمین برزها رو سبز بکنه، قحطی پیش نیاد، ارزاق عمومی در اختیار بشر قرار بگیره. بنابراین خدا وعده فرمود اگر مردم تقوا رو مراعات کنن، من خدا بارون به اندازه میفرستم، زمین ها بذرها رو سبز میکنم، قحطی پیش نمیاد. اما شرطش اینیست که واجب رو انجام بدی، کار حرام رو ترک کنی. حتی پروردگار متعال اثر تقوا رو در جنگ ها و در توطئه دشمنان هم بارز و ظاهر معرفی کرده. آیه فرستاده این تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، اگر شما مسلمان ها صبر پیشه کنید و تقوا رو مراعات کنید، کید دشمنان و توطئه دشمنان هیچ ضرری به شما مسلمان ها نخواهد زد. اما شرطش اینیست که تقوا رو مراعات کنیم. بنابراین تقوا در مسائل جنگی و در توطئه‌گری و از کنم خطراتی که امروز ما زیاد میبینیم، خدا میگه مؤثره. من اینو چون دوست دارم ترتیب اثر میدم، یه کاری میکنم که مشکل پیش نیاد. اما شرطش اینیست که گوش به حرف بدین، در واجب و حرام گوش بدین. اگه ما بخوایم پارو واجب بذاریم مرتکب حرام بشیم، این انتظارات وقت بیجا میشه. خدا کمک نمیکنه. خدا وعده کمک به اهل تقوا داده. اعلان فرمود در قرآن کریم کرارن، فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُتَّقِينَ، مردم به یقین بدانید که خدا با آدم های با تقواست، نه با فستاق و فجار و کفار، با آدم های تقواست. آدم های با تقوا ممکنه علمشون به چیزی نرسه، نفهمن، قدرتشون ضعیف باشه، نتونن، بله هست، باقیش خدا میگه من جبران میکنم، من هم علمم بیپایانه و هم قدرتم. تو سعی کن تقوا رو مراعات کن، این تقوا تو رو با من زمینه میکنه. از من و تو چی در میاد؟ قدرت بیپایان، علم بیپایان، در جنگ و در زندگی و در تمام شؤون حیات به درد میخوره. خدای متعال در قرآن کریم یه سوره نازل کرده به نام سوره یوسف. شاه بیت این سوره اینه که حضرت یوسف جوانی بود، 14-15 ساله، نخواست گناه کنه، تقوا رو مراعات کرد، با نداشتن هر گونه وسایل نجات خدای متعال میگه ببین من کمکش کردم، نجاتش دادم به برکت اون تقوا. شما تقوا رو مراعات کنی، از ضعف نترس، از کمی علم نترس، من هستم. یوسف صدیق برده زرخرید بود، زن عزیز مصر بود، اونم شاه بود، همه چه دست اونا بود، این منم صفر، نه پدرش اونجا بود، نه مادرش بود، کسی کارم نداشت، غریب و برده بود. این زنم با تمام قدرت اینو خواست واداره به گناه بکنه. حضرت یوسف یک کار بیشتر نمیتونست بکنه و او فرار از نقطه گناه بود، کار دیگه ازش بر نیمد دیگه، همین کاری کرد، اینی که ازش بر نیمد انجام داد. از اون نقطه که دعوت به گناه شد فرار کرد. کجا؟ طرف در بسته، در رو بسته بود دیگه. چون تقوا رو مراعات کرد، خدا یه وقتی به دل مرد انداخت، پاشو بیا خونه، موقعی که کلیدی موندازه به در، در باز کنه، این دو رسیدن پشت در. زمان اینجوری تعیین کرد خدا. وقتی مرد در باز کرد، یوسف جلو داشت میدوید، زنم از عقب داشت نگرشون داد. اولین شاهد پاک دامن یوسف شوهر زن شد، دید جلوتر داره میدوید.
خدا میگه ببین این تقوا رو مراعات کرد، من کمکش کردم، در نهایت ضعفم بود، هیچ راهی هم نداشت، درم بسته بود، من خدا در بسته رو باز کردم. اضافه بر باز کردن، شوهر و شاهد صدق و پاشدامنی یوسف قرار تا خودش دید که چه خبری. اگه یه خود زودتر میومد نمیشد، یه خود دیرتر میومد باز نمیشد. درست در اون موقعی که باید این مرد ببینه تا شاهد پاشدامنی یوسف باشه و یوسف از این گرفتاری نجات پیدا کنه، در همون زمان انداخت تو دل این مرد پشت بیه خونه. این چه خبره؟ خدا میگه ببین یوسف هیچ قدرتی نداشت، هیچ وسیله نجاتی در اختیارش نبود. او شاه بود، اینا ملکه بود، اینا عبد زرخرید بود، اما من خدا یه جوری کردم که همین عبد زرخرید از این ملکه بسیار خطرناک نجات پیدا کرد و بعدم فاداش پاشدامانیش بردمش در تخت سلطنت ظاهری و معنوی نشوندمش. شما مگر تقوا رو مراعات کنید، من کنار شما هستم. تخفیف عیب نداره در باره ارز کنم منا و عرفات پیغمبر اکرم دستور دادن که کسانی که در عرفات امروز بودن مثلا خدا بخشید هم برای او، یا در منا هم دستور داد جارسی ندا کرد هر کسی دو شب رو اینجا موند پروردگار متعال گناهانش رو بخشید. پرسیدن اگه کافری بیاد اینجا چطور؟ فرمودن او تخفیف عذاب پیدا میکنه. بله عذاب دست خداست، میتونی یه مقدارش ببخشه، بنابراین کار دست اونه، دست ما نیست. اما خدا گفت اگر کفار من راهی جهنم خواهم کرد، دیگه بالاخره اینه، ممکنه در جهنم عذابش سبک‌تر بشه، امکان داره. بله برای خاطری که به مردم اعلام کنه جود و بخشش دستگیری از دیگران چقدر مهمه، این کار کرده که دیگران بفهمن عظمت دستگیری و کمک مالی به دیگران چقدر در نظر خدا مهمه. بود یه وقتی کسی زمان مبارزات آمده بود مسجد، دم در مسجد نشسته بود، من راجع به شهادت و عرض کنم در راه دین خدا کشته شدن رو مطرح کرده بودم، ظاهرن از منافقین اینا بود، از اون دار دسته اقلیت اکثریت بود، بله خدا رو قبول نداشت اما کشته می شدن. پرسید از من اینا که خدا رو قبول ندارن، دین رو قبول ندارن، کشته می شن، اینا تکلیف چیه؟ گفتم خدا رو قبول نداره بس از اون باید مایوس بشه، این خدا رو قبول داره بر اون کار میکنه، میگه بده اونم میده بهش، این که قبول نداره چی بهش بده خدا؟ بنابراین اینا که این خدمت های مادی رو کردن اما خدا و دین قبول نداشتن، همون اجر و مزد پاداش که در دنیا نصیبشون میشه، مزدشون همینه، خیلی مفصل زندگیشون و اسمشون در زمره مبتکرین مخترعین ثبت میشه و از این حرفا. قبول نداره دین خدا رو دیگه، بنابراین از اون ناحیه چیزی نمیخواد چون قبول نداره، این ناحیه هم بهش رسیده دیگه، که در برزخ بهش چیزی نمیدن، در قیامت هم چیزی نداره چون قبول نداره خودش، اما در دنیا میگفت دنیاست و بس، خیلی هم مسئله شد دیگه. انسان های بیگناه هم از وقتن جامعه گناه خاره، وظیفه چیه؟ هم امر معروف و هم خاری دیگه، وقتی شما امر معروف کردی گوش نکردن، اونا قوی تر بودن شما ضعیفتر، وظیفه چیه نیست که خدا زمینش زیاده، برین جای دیگه، اگه شما موندی اونجا به هوا اینکه اینجا پول یا در میاد، وقتی بلا اومد شما را میگیره اون وقت. اگه مریضه باید اون مسئولین رو ببرن جای عملی، اگر دیونن عقب افتادن اونا باید اینا رو ببرن جا بدن، مشکلی بیشتر یاد براشون، خودشون که نمیتونن خودشون نجات بدن، که این وظیفه اونا هست. برای همونطور که فرد باید تقوا رو مراعات کنه، مسئول هم باید تقوا رو مراعات کنه، خیلی از وظایف مال مسئوله، مال فرد نیست. برابری اگر فرد تقوا رو مراعات کرد، مسئولیتم کردن، هیچ مشکلی پیش نمیاد دیگه. اگر همسر ارسال هم گرفتار معصیت و گناه بشه، عرض کنم خانمش وجبش نهی از منکر با شرائط، یعنی اگر احتمال اثر بده اون وقت واجبه، اما اگر خانم نهی از منکر کنه، دو تو چکم دو گوشش بزنه، یه نباید این کارو بکنه، باید ببینه اطرافیان قوم خویشا کسی هست که حرفش در این شوهر اثر داشته باشه، این باید بره با اونا صحبت کنه، او بیاد نهی از منکر بکنه، شما مصلحت نیست. بله فرزندم همینجوره، فرزندم کم کم بزرگ میشه، اونم مبتلا به گناه میشه،
اگر خدای نکرده در محیط خانواده گناه انجام بگیره، بچه هم یاد میگیرن. فرزندم همینجوره، باید دید فرزند گوش به حرف میده، باید نهی از منکر کرد. اگر بلد نیست باید یادش داد. خود شما نمیتونی یادش بدی، باید از کسی که بلد یاد بده استفاده کرد، جلسه تشکیل داد، بچه ها رو جمع کرد، یادشون داد. این کارا راهکارهاییست که ما هر کدوم که فایده نداشت مرحله دوم رو باید انتخاب کنیم. اگر به هیچ وجه اثر نکرد شما معذوری، دیگه چی نباید بگی. باز آیه نازل فرمود در قرآن کریم به این صورت: و من یتقی الله یجعل له مخرجا. اگر کسی در زندگی مستمرن جانب تقوا رو مراعات کرد، گوش به حرف خدا داد، خدای متعال از گرفتاری ها و تنگناه زندگی براش بیرون شد و راه خروج فراهم میکنه. گاهی انسان در زندگی گرفتار تنگنا میشه، نمیدونه چیکار کنه، هر راهی دیگه نمیشه. خدا میگه اگر تقوا رو مراعات کنی من دو تا کار میکنم، یا اصلا تنگنا پیش نمیارم برات، یا اگر پیش آمد کرد راه خروج برات فراهم میکنم. این وعده خداست. من تقوا اینقدر اثر و اهمیت داره، چون عرض کردم وسیط اصلاح بعد از تقواست، بنابراین پروردگار متعال براش خیلی اهمیت ارزش قائله. لذا این وعده هرم داده بر خاطر اینکه انسان ها مراعات کنن تقوا رو، زیر پا نذارن، این وعده ها رو داده که تو تقوا رو مراعات کن، هر کجا گیر کردی من هستم. تو علم ندیدی، نمیدونی از کدوم راه بری به نتیجه برسی، از هر راه میری برمیگردی، ولی من میدونم از کدوم راه باید رفت. برابر این خدا بر خاطر که ما مسئله تقوا رو دو دستی بگیریم و براش اهمیت فوق العاده قائل بشیم، این وعده ها رو داده و از این آیات در تقوا زیاد نازل کرده که آدم ها رو با اسلوب های مختلف، گاهی با مسائل مادی، گاهی با مسائل معنوی دعوت کرده تقوا رو مراعات کن. انسان هم نمیخواد در زندگی گیر کنه، تو تنگنا بمونه، راه فرار نداشته باشه، نمیخواد. خدا گفت اگه نمیخوای من حاضرم، تقوا رو مراعات کن، باقیش با من. بنابراین یک راه بیشتر زندگی انسانی ما براش وجود نداره و او اطاعت فرمان خداست در واجب و در حرام. اگر ما این اطاعت را انجام دادیم، این کلید ورود به صراط مستقیم در زندگی است. اگر ما وارد صراط مستقیم شدیم با بکار بستر تقوا، وسیط اصلاح فورا پیاده میشه. اون وسیط اصلاح با هیچ چیزی پیش نمیاد، فراهم نمیشه. الان دنیای غرب از نظر ما و از نظر ظاهر همه چی داره، اما فساد بیداد میکنه، بل آدم کشی، تجاوز، دزدی مسلحانه و همه چیزهایی که در زندگی مصیبت باره برای انسان ها هست، روز به روزم بیشتر میشه، چون علم بیشتر ترقی میکنه، خرج ظلم و ستم و دزدی و جنایت میشه برای، چون نفس اماره با بکار بستن تقوا تربیت نشده، اونا تقوا رو قبول ندارن. اگر ما واجب و حرام رو بلد باشیم، اون گونه که واجب شریعت یاد بگیریم، خوندن رساله و آشنا شدن با احکام دین واجب عینی است. اگر این کار نکنیم مرتکب گناه شدیم و خلاف تقواست. شناختن واجب و حرام فقط راهش رساله است دیگه. بنابراین همه مسلمان باید رساله بخونن تا واجب و حرام یاد بگیرن، واجب انجام بدن، حرام ترک. یکی از واجبات امر به معروف و نهی از منکر. شما باید تو رساله اینو بخونید، اونجا نوشته شرایطی داره وجوب امر و نهی، همین جوری نیست، به هر کسی نمیشه نهی کرد، به هر کسی نمیشه امر کرد. اولیش احتمال تأثیره. ببینی که میخوایی بگی خانم چادر رو تو حجابت درست مراعات کن، باید ببینی این خانم آماده شنیدن قبولی حرف هست یا نیست. یا اگر شما بگی سه تو فوش هم شما میده، یا اگر مرد باشه کتک هم میزنه با آدم، این رو با تو حساب کنی، برابر این مشکلی پیش نمیاد. بله اگر من ندونم کاری بکنم ممکنه به جایی بدترم برسه، اما وزیبه ندارم. خدا هم توجه داشته که همینجوری نوازد به قلب لشکن. گفت اگر احتمال دادی آدم آدمیست منصف غیر معاند، اگر حق رو بهش بدی میپذیره، اونجا واجبه به الا نباید حرف بزنی. برابر این زندگی به اشکال بر نمیخوره، زمان ها فرق میکنه، امروز ما با دیروز ما فرق کرده،
بنابراین امروز جوریست که خب انسان ها آزادی بیشتری دارن، از جاهای دیگه هم تایید میشن. بنابراین شما اگر نهی از منکر بکنی، او از شما بالاتر و در قلبه تر و دلش گرم به کرونتری و دادگستری، ممکنه بیادبی هم بکنه. بنابراین اینجور جاها وظیفه نیست. بله، فقط شما باید اینجور جاها اول قلبن از کار بد او بیزار باشی، اولی وظیفه اینه. بعد اگر شرایط زبان آماده بود به زبان هم بگیم، و اگر با زبان نشد مرحله بالاترش هم هست، اونا شرایط خاصی داره. بنابراین اگر ما بلد نباشیم شرایطش چیه، ممکنه به زحمت بندازیم خودمونو. نه، شما باید حساب کنی گوش به حرف میده یا نه. اگه نمیداد نباید بگی، مواظبه خودتون باید باشیم. بنابراین تقوا رو مراعات کنیم، کار تمامه دیگه. کار مفید مثبت بکنیم انشاءالله، وظیفمون رو انجام بدیم، اون چه در توان داریم برای حفظ راه سعادت بشر به کار بگیریم. دشمن هرگز بر ما مسلط نمیشه، چون خدا با ماست. امیدواری پروردگار متعال به حرمت خاتم انبیا و همه حضرات معصومین این نعمت بزرگ و پرقدرت تقوا رو به ما بیش از پیش مرحمت کنه، تا ما رو بیمه کنه از شر همه دشمنا. Oh.